از داخل رژیم و سپاه پاسداران به دست آورده و برای ارائه به دادگاه های بین المللی و محاکمه مالکی و دیگر جنایتکاران آماده دارد. در این اسناد مجاهدین در همه جا دشمن خطاب می شوند که باید با استفاده از زور در همه مختصات قرارگاهشان سرکوب شوند. عقب نشینی برای نیروهای عراقی ممنوع شده و موظف شدند تا با کلیه وسائل ساکنان اشرف را در هم بکوبند. تأکید مؤکد می شود که اشغال مواضع در همه مناطق با استفاده از زور صورت می گیرد. بله، این دستور عملیاتی انهدام اشرف است که مالکی و سخنگویانش مذبوحانه تلاش می کنند آن را روایت زمین های کشاورزی جا بزنند. یک نوع کشاورزی در عراق جدید با هاموی و هامر و لودر و بلدوزر که بذر آن سرها و قلبهای فرزندان رشید ایران است و زمینش با خون مجاهدین آبیاری می شود. خمینی رژیمش را پس از زهر آتش بس با قتل عام زندانیان ما حفظ کرد. خامنه ای و مالکی هم می خواستند زهر قیام ها و امواج انقلاب دموکراتیک علیه دیکتاتوری در عراق و ایران را با انهدام مجاهدین خونسا کنند. اما مجاهدان اشرف با سوگند سرنگونی در جنگ صد برابر با عزم حد اکثر و با ریسمان پولادین انقلاب مریم رهایی همین را به شکست کشاندند. در نامه ها و گزارش های مکتوبی که دارم تعدادی از نفرات عراقی که در حمله شرکت داشتند به خانواده و عشیرهشان نوشتند